همراه هستیم با دکتر حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل از لندن. آقای دکتر علیزاده سلام و عرض ادب. آقای دکتر، با توجه به فراخوان سازمان ملل برای پایان دادن به بحران‌های حقوق بشری و تأکید بر پیمان برای آینده، به نظر شما چه اقداماتی از سوی رهبران جهان در این نشست ضروری است تا واقعا شاهد تغییرات مثبت در زمینه بی‌عدالتی اقتصادی و بحران‌های حقوق بشری باشیم؟ بفرمایید. بله، چند روز پیش از این بود که میهمان شما در همین برنامه بودم، تحت عنوان موضوعی به نام کاهش پیدا کردن. صدای من برای برمیگردیم لطفا درستش کن. کاهش پیدا کردن انتخابات آزاد و منصفانه در کشورهای جهان در سال 2023. این خودش ارتباطی داره با همین مسئله نقض حقوق بشر. هر مقدار که میزان انتخابات آزاد و منصفانه کاهش پیدا بکنه، مسئله توجه دولت‌ها به حقوق بشر هم کاهش پیدا می‌کنه. یعنی پس می‌فهمیم یک ارتباط مستقیمی است. اگر که انتخابات آزاد و منصفانه در دنیا بالا برود، توجه همون کشور، همون مردم، رهبرانی که طی انتخابات آزاد و منصفانه به قدرت رسیدن، به مسئله حقوق بشر نیز بالا می رود. پس بنابراین بین این دو موضوع بسیار ربط بسیار زیادی برقرار هست. نکته دوم این که مسئله حقوق بشر مسئله جهانی، چون این اعلامیه حقوق بشر موضوعی رو دست گذاشته که هر گونه تبعیض رو کنار گذاشته. تبعیض قومیتی، تبعیض زبانی، نژادی، رنگ، پوست، دین، مذهب، همه چی رو کنار گذاشته، گفته که اصالت با کرامت انسانی است، که این کرامت انسانی بر همگان لازم هستش. خب وقتی که الان گزارش میدن که وضعیت حقوق بشر به وخامت گذاشته، این خودش به این معناست که مسئله کرامت انسانی کمتر مورد توجه قرار گرفته، در حالی که قطعنامه میلینیوم، قطعنامه‌ای که با آغاز قرن جدید و هزاره جدید به اصطلاح ایجاد شد، تصویب شده بود، یکی از موضوعات مهمش رو توجه به سطح حقوق بشر در دنیا مصوب کرده بودن. خب الان وضعیت حقوق بشر همچنانی که در گزارش آمده در گوشه گوشه دنیا دچار التهاب شده. چرا؟ چون رهبرانی که بر اساس کودتا، بر اساس انتخابات غیر آزاد، بر اساس عدم برقراری جریان چرخش نخبگانی، بر اساس عدم برقراری احزاب فعال، بر اساس عدم برقراری رسانه‌های آزاد، بر اساس عدم برقراری کافی ارتباط دسترسی به اینترنت، همه این علل‌ها رو وقتی شما در نظر بگیرید، وقتی این عوامل مفقود می‌شود، مسئله حقوق بشر تحت تاثیر قرار می‌گیره. وقتی مسئله در حقوق بشر تحت تاثیر قرار می‌گیره، گاه تا جایی مسئله بحرانی می‌شود که برای کشور خاصی گزارشگر ویژه حقوق بشر تعیین می‌شود. مثلا برای ایران و اسرائیل گزارشگر ویژه حقوق بشر تعیین شده و در واقع گزارشگر میبایستی بفهمی که وضعیت بغرنج حقوق بشری در این کشورها چگونه هستش. به هر حال با آغاز اجلاس مجمع عمومی که از همین سپتامبر آغاز میشود و رهبران دنیا به اونجا میروند، این موضوع قرار هستش در دستور کار رهبران جهان قرار بگیره که با یکدیگر بتوانند در مسئله حقوق بشر تبادل نظر کنم. ولی مسئله این هستش که جمع بزرگی از رهبران دنیا که به اونجا میروند، خودشان از سیستم غیر آزاد و منصفانه انتخابات بیرون آمدند. پس بنابراین برای اون رهبری که اون رئیس جمهور، اون نخست وزیری که به اون کشور رفته، به مجمع عمومی رفته، مثلا مسئلهش مسئله حقوق بشر نیست و بنابراین از اینها انتظار نمیرود که بخواهند راه حلی کارگشاه برای تقویت جایگاه حقوق بشر در سطح کشور خودشون و در جهت منطقه و در جهان طراحی و برنامه‌ریزی کنند. و
بله، سپاسگزارم از همراهیتون. با تشکر از دکتر حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل از لندن، که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.